سلام علیکم دوستان، در این ویدیو برایتان 5 تا از تنظیمات خیلی مهمی پروفایل فیسبوک را برایتان واضح میسازم یا برایتان نشان میدیم. برای دانستن اینها پس لطفاً تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایین و اگر تا هنوز کانال ما را سابسکرایب ننمودین بالای دکمه سابسکرایب کلیک بکنین، کانال ما را سابسکرایب نمایین و در پهلوی آن زنگوله را همچنان فشار بدهین. بعدن فیسبوک خود را باز میکنیم. زمانی که فیسبوکتون رو باز کردین دوستان، در قسمت بالا بالای سه خطی که دیده میشه و کلیک بکنین. بعدا در اینجا بالای نام فیسبوکتون یا عکس پروفایل فیسبوکتون دیده میشه و کلیک بکنین. بعدا وارد پروفایل فیسبوکتون شوین. شما وارد پروفایل فیسبوکتون میشین. دوستان چگونه ما تنظیم اولی را که برایتون میگویم در اینجا است. چگونه عکس پروفایل فیسبوک خود را قفل بکنیم تا هیچ کس عکس پروفایل ما را نه اسکرین شات گرفته بتواند، نه دانلود بکند و نه بتواند از او در فیسبوک خود استفاده بکند، چه فرندمان باشد یا نباشد. برای انجام دادن این کار در قسمت بالای عکس کامرا که دیده میشه و کلیک میکنیم. بعدا در قسمت پایین یک گزینه به نام از ترن آن پروفایل پیکچر گارد بالا این گزینه کلیک میکنیم. بعدا در قسمت پایین بالای دگمه نیکس کلیک میکنیم و بعدا در اینجا یا در قسمت پایین بالای دگمه سیف کلیک میکنیم یا در قسمت بالا بالای دگمه سیف کلیک میکنیم. در مد قسمت پایین بالای دگمه سیف کلیک میکنیم. زمانی که بالای آن کلیک کردیم در قسمت میبینیم که پروفایل پیکچر گارد در قسمت آیکنک گارد در قسمت نشان ظاهر شد. بعد از این هیچ کس نمیتواند که از پروفایل پیکچر ما یا عکس پروفایلمون استفاده بکند. اگر خواستین این گزینه رو شما غیر فعال بکنین، پس در قسمت بالای عکس کامرا که دیده میشه و کلیک بکنین. پس در قسمت بالای گزینه ترن آف پروفایل پیکچر گارد کلیک بکنین. زمانی که بالای آن کلیک کردین، در اینجا بالای گزینه یس کلیک بکنین، پس آف میشه یا غیر فعال میشود. این هم بود تنظیم اول. تنظیم دوم دوستان، در این قسمت بالای دگمه سه نقطه که دیده میشه و در قسمت کلیک میکنیم. بعدا در اینجا کلیک میکنیم، یک گزینه هست به نام ویو از، بالای این گزینه کلیک میکنیم. بالای این گزینه که کلیک کردیم، فعلا هر کسی که وارد پروفایل فیسبوک ما شود، در پروفایل فیسبوک ما در این قسمت یک گزینه به نام اد فرند رو میبیند. دوستان چگونه ما در جای اد فرند گزینه فالو را در فیسبوکمون فالو بکنیم؟ یعنی در جای اد فرند ما دگمه فالو را فالو بسازیم، هر کس بالای آن کلیک بکنه ما را فالو بکند. برای انجام دادن این کار در قسمت بالا از اینجا در قسمتی که هست بالای ویو از که کلیک کردیم، بعد از اون دوستان یک مرحله عقب میایم، در قسمت بالا بالای این آیکن کلیک میکنیم. بعدا در اینجا یک گزینه است به نام فالو سیتینگز، بالای گزینه فالو سیتینگز کلیک میکنیم. زمانی که بالای گزینه فالو سیتینگز کلیک کردیم، در اینجا فرندز انتخاب است. فرندز رو انتخاب نمیکنیم، پابلیک رو انتخاب میکنیم، گزینه اولگی رو. بعد از اون از اینجا بک میکنیم یا عقب میایم دو سه مرحله و یک مرحله دیگه ما عقب میایم. بعدا در قسمت دوستان، در قسمت بالا بالای آیکن سیتینگز یا تنظیمات کلیک میکنیم، در قسمت پروفایل. بالای آن که کلیک کردیم، در اینجا کمی پایین میایم، در قسمتی که مربوط به سیکشن یا بخشی آدینس اند ویزیبیلیتی است، یک گزینه است به نام هاو پیپل فایند اند کانتکت می است، کانتکت یو است. بالای این گزینه کلیک میکنیم. زمانی که بالای آن کلیک کردیم، بعدا در اینجا بالای گزینه اولگی کلیک میکنیم، هو کن سند یو فرند ریکوست، بالای این گزینه کلیک میکنیم. بعدا در اینجا گزینه دومگی رو فرندز و فرندز رو انتخاب میکنیم. زمانی که این گزینه نه رو انتخاب کردیم، بعد از اون از اینجا بک میکنیم و عقب میایم. حالا اگر در قسمتی در اینجا ما بالای عکس پروفایلمون کلیک میکنیم، پس وارد پروفایل فیسبوکمون میشویم. پس در اینجا ما بالای سه نقطه کلیک میکنم، سه نقطه کلیک کردم. در اینجا پس دوباره بالای گزینه ویو هست کلیک میکنیم. زمانی که بالای گزینه ویو هست که کلیک کردیم دوستان، در اینجا میبینیم که هر کس که این وارد فیسبوک ما شود، بجای دگمه فالو، بجای دگمه اد فرند، دگمه فالو رو میبیند. بعد از اینکه ما این تنظیمات رو انجام دادیم، در قسمت میبینیم که دگمه فالو ظاهر شده. آن بالای دگمه فالو که کلیک بکنم، ما رو فالو میکنه در فیسبوک. با این طریقه شما میتوانید که گزینه فالو رو در فیسبوکتان فالو بسازید. این هم تنظیم دوم بود دوستان.
تنظیم سئوم هم در همین جاست دوستان. در این قسمت ما چگونه نام خود رو در فیسبوک تغییر بدهیم. برای تغییر دادن این نام در فیسبوک در قسمت بالا بالای سه خطی که دیدمش رو کلیک میکنیم، بعدا در اینجا در قسمت بالا بالای گزینه سیتینگز یا آیکن سیتینگز یا تنظیمات کلیک میکنیم، بعدا در اینجا بالای گزینه پرسونال ان اکاونت انفورمیشن گزینه اولگی کلیک میکنیم. بالای اون که کلیک کردیم در اینجا یک گزینه به نام نام است یا نیم بالای از این کلیک میکنیم. برای اون که کلیک کردیم تنظیمات قسمت نام در اینجا ظاهر می شود. در قسمت شما می توانید که نامتون را نامتون را در قسمت اول نوشته بکنیم، بعدا در قسمت دوم اگر نام وسطی دارین نوشته بکنین، اگر ندارین خالی بونین. در قسمت سوم لاست نامتون را یا تخلصتون را شما می توانید که نوشته بکنین. زمانی که نوشته کردین یا تغییرات آوردین، بعد از اون در قسمت پایین بالای گزینه ریویو چنج کلیک بکنین. بعدن در اینجا شما در قسمت پسورد فیسبوکتون رو وارد بکنین. دوستان متوجه باشین که یک بار نامتون رو که تغییر دادین، شما تا 60 روز نمیتونین که دوباره نامتون رو تغییر بدهین. یک نامی را انتخاب بکنین که فوری پشیمون نشوین شما. پسورد فیسبوکتون رو در اینجا وارد بکنین. زمانی که وارد کردین، بعدن در اینجا بالای دگمه سیو چنجز کلیک بکنین. نام فیسبوک شما تغییر میکنه. من نمیخوام نام فیسبوک خود رو تغییر بدهم، ولی نمیخوام بالای این دگمه کلیک بکنم. شما بالای این دگمه سیو چنج کلیک بکنین. بعد ایرم تنظیم سومی ما بود. تنظیم چهارمی ما دوستان در همین قسمت است، در همین قسمت پروفایل فیسبوک است. پس ما وارد پروفایل فیسبوک خود میشم. دوستان چگونه لینک فیسبوک خود را کپی بگیریم و با هر کی که میخواهیم یا هر کی که از پیش ما میخواهد بفرستیم یا ارسال بکنیم. برای کپی گرفتن لینک فیسبوک وارد پروفایل فیسبوک خودمون میشویم، بعدا در اینجا بالای سه نقطه که دیده میشود کلیک میکنیم. زمانی که بالای اون کلیک کردیم در قسمت پایین میایم، در اینجا یک گزینه است به نام کپی لینک. بالای این گزینه کلیک میکنیم. زمانی که بالای اون گزینه کلیک کردیم لینک کپی میشود. بعدا از طریق واتساپ باشه یا مسنجر باشه یا هر شبکه اجتماعی دیگه که باشد، ما میتوانیم اون رو به هر کی که خواسته باشن و به هر کی که بخوایم میتوانیم بفرستیم. بالای اون که کلیک کردیم در اینجا ارسال میشود. بله دوستان، اینم تنظیم چهارم بود. تنظیم پنجم از قسمت پروفایل فیسبوک هم در قسمی است که چگونه ما فیسبوک خود را شخصی بکنیم یا پروفایل فیسبوک خود را لاک بکنیم یا قفل بکنیم تا کسایی که فرند ما نیستن عکس‌های ما را یا پست‌های ما را دیده نتوانند یا داخل اکانت فیسبوک ما شده نتوانند. برای انجام دادن این کار دوستان در قسمت بالا بالای سه خطی که دیدم شما کلیک میکنیم، بعدا در قسمت بالا بالای گزینه سیتینگز یا آیکن سیتینگز یا تنظیمات کلیک میکنیم. بالای اون که کلیک کردیم بعدا کمی پایین میایم در سیکشن یا بخشی که مربوط به گزینه آدینس اند ویزیبلیتی میشود. در اینجا یک گزینه است به نام پروفایل لاکینگ. بالای گزینه پروفایل لاکینگ کلیک میکنیم، بعدا در قسمت پایین بالای گزینه لاک یور پروفایل کلیک میکنیم. بالا این گزینه که کلیک کردیم، بعدا در اینجا بالای گزینه اوکی کلیک میکنیم. در زمانی که بالای اون کلیک کردیم پروفایل فیسبوک ما شخصی میشود. بعد از این غیر فرندای ما چیزی را که پست کردیم میبینن، اما کسایی که فرند ما نیستن آنها نمیتوانن که پستی را که ما میکنیم یا هر چیزی را که میگذاریم در فیسبوک خود ببینن یا کدام پست ما را دانلود بکنن یا فرندای ما را ببینن که با کیا فرند هستیم و با کیا نیستیم. دوستان این بود 5 تا از تنظیمات خیلی مهم پروفایل فیسبوک. تا ویدیوهای بعدی، الله حافظتان.